نمیدونم براتون تعریف کردم یا نه. منصور 13-14 سالش بود، مادر بزرگش فوت کرد، پدرمم براش ختم گرفت تو نارمک. بعد اون موقع زمان شاه بود دیگه، زن و مرد قاطی بود و اونجوری نبود که بخوان جدا باشه. من از راه اومدم چون دبیرستان شیفت دو شیفته بود، یه شیفت 8 تا 12 بود، بعد از ظهرم 2 تا 4. من ساعت 4 بعد از ظهر که اومدم این مراسم داشت تازه برپا میشد، یعنی روزه خون داشت روزه میخوند و اینا هم نشسته بودن. من دیدم که منصور سرشو گذاشته رو زانوه مادرش، داره گریه میکنه بچه 12 سال. منم خب همسنای خودش بودم دیگه. از راه که رسیدم منصور جلوی من پای من بلند شد، گفتم که قصه نخیه کردم که این مادر بزرگش فوت کرده، خرج اینم میداده. من نمیدونستم این چیزا اصلا برام خیلی چیز بود، گنگ بود برام آشناس. گفتم قصه نخور، من بزرگ میشم، معلم میشم، خرجت میدم. به خدا قسم یادمه همینجوری تو بچگی این کار رو کردم. کوچولو بوده دیگه، من گولش دادم بزرگ بود که نمیتونستم گولش. دایی برای منصوری که در کودکی پدر خود را از دست داده بود مظهر همه آن چیزی بود که دوست داشت بشود. و حمیده دختر دوم همان دایی قابل اعتماد و اتکا. 10 سالم بود که مادرم یه دوقلو به دنیا آوردم، یه بچه دادم به من و یکی از بچه ها رو گفتن تو مادر این هستی، به اون یکی خواهرم همینجور. یعنی ما رو از همون 10 سالگی مسئول کردم که هم درسمون رو میخوندیم، هم به بچه ها میرسیدیم، گاهی هم به چشم چشمی هم دیگه هی سعی میکردیم در غذا و لباس و سروز مثلا اون بچه‌ای که مسئولیتش به عهده هر کدوم از ماها بود میخواستیم بهتر از اون یکی باشه، اینه که در رقابت هم بودی. و من از همون 10 سالگی مسئولیت مادری رو حس کردم. روزهای کودکی حمیده با سرخوشی و سر به هوایی توام نبود. پدر از همان کودکی دوست داشت تمام فرزندانش انسان‌های کارآمد و لایق تربیت شوند. او می‌خواست مدیریت بی‌نظیرش در هر 10 فرزند تکثیر شود. حمیده در چنین شرایطی بزرگ شد. بعد که بزرگ شدم دیگه پدرم رو یه حساب دیگه رو می‌گرد. با وجود اینکه صبح‌ها می‌رفتن اداره و می‌اومدن، از 3 به بعد یه حالت یه زمین کوچیکی میگرفتم، هر دفعه بساز بفروش میکردم هر حال کمک خرج باشه. این بود ماهارم در ساخت این خونه ها یه جوری سعی میکردم. اون موقع که کوچیک بودیم یه قالبای آجر درست میکردم کوچولو که ما بتونیم این رو حمل کنیم و اینا، خودش با بیل گل میریخت تو این قالب ها، ما میرفتیم این رو هر حال میذاشتیم، قالب میزدیم دیگه، خش قالب میزدیم. بعد آخر سرم با بوس و یه دست کشیدن به سر گوی موز تو. یعنی تعطیلات ما این نبود که بریم پارک یا سینما یا این ورون، و تعطیلات ما به اینجوری میگذشت. از آنجایی که پدر کارمند ارتش بود مدت چند سال به مشهد منتقل شدند. زمانی که به تهران بازگشتند منصور به نوعی نه میهمان که عضوی از خانواده ایشان شد. متانت و پاکی منصور جایی برای نگرانی در دل دایی و همسرش باقی نمیگذاشت.
چون واقعا منصور که میومد خونه ما، با اینکه چند تا دخترم بودیم ما اینا، این فقط کتابشو برمی‌داشت میرفت تو حیاط، یا را میرفت کتابو میخون، یا یه جا مینشست میخون. اصلا کار به کار، کسی اصلا نگاه به اطرافش هم نمیکرد. و واقعا این که میگفتش که من گفتم ما با چشم هم دیگر میخواییم شما نریم، چون منم چند دفعه دیدم، یعنی به نگاه هم که به نگاهش افتاد اون احساس در وجودم زنده شد، ولی نه اینکه ما حرفی چیزی زده باشیم اصلا. مردی در قامت لباس نظامی، مخصوصا لباس همافران نیروی هوایی، تمام عرضه روزگار نوجوانی حمیده برای آیندهش بود. اما روزی که خود به دانشسرای تربیت معلم رفت و منصور به دانشکده افسری، باور نمی کرد شاهزاده سوار بر اسبش همین پسر عمه‌اش باشد، چرا که منصور حدود 4 سال از وی کوچکتر. یه موقع هم که من معلم شده بودم، ناظممون خانم مظاهری بود، این ازدواج کرد با یه همافر. یه روز اومده بود دنبال خانومش، بعد در حیات ما زیر پنجره ما بود، در حیات مدرسه زیر پنجره بود، ما طبقه دوم بود کلاسمون. بچه اومدن گفتن بچه ها شوهر خانم مظاهری اومده. خلاصه ما همه روی هم سوار شدیم و دلا شدیم که این آقا رو ببینیم. حالا اون موقع مثلا منصورم دبستان نظام رفته، ولی اصلا این چیزا نبود. پس از فارغ التحصیلی حمیدی از دانشسرا به صورت به استخدام آموزش و پرورش در آمد. در همون اولین روزها پدر از حمیده خواست به هیچ عنوان به حقوق معلمش دست نزند، حرفی که مدتی بعد حمیده به بوته فراموشی سپرد. اون موقع ما از چیز دبیرستان عالی دختران بکنم شهید بهشتی فعلی بود، اونجا ثبت نام میکردن برای لیسانس، دوره لیسانس. من بدون اینکه به پدرم بگم این 6 تومن گرفتم و بردم ثبت نام کردم. بعد اتفاقا 2 روز بعدش پدرم اومد و گفتش که حمیده من دارم میرم مداره، بعد از ظهر که برگشتم پولتو از بانک بگیر، من یه فکری دارم براش. خلاصه من به لکنت زبون افتاده بودم و هی گفتم آقا من گفت چی من چی؟ گفتم آخه من رفتم دبستان عالی دختران ثبت نام کردم. گفت به اجازه کی رفته این کاری کردی؟ چرا سرخود شدی؟ از کی تا حالا سرخود شدی؟ من کار ندارم، من بعد از زور اومدم، این پول حاضر باشه، من کارش دارم، نگرفتی خونه نیو اصلا. خلاصه من اولین که کاری کردم لباس پوشیدم و رفتم مدرسه عالی دختران، و اونجا گفتم آره من پول پدرم بوده، من بدونی که به ایشون بگم من اینو آوردم برای ثبت نام. اونجا گفتن که ما که نمیتونیم بدیم، چون اون موقع کامپیوتر و اینترنت اینا هم گفت واریز شده به خزانه دولت و ما نمیتونیم به شما بدیم. خلاصه من گریم گرفته اونجا نشستم، گفت دیدن که اینا خیلی دلشون برای من سوخ، گفت حالا بشین اینجا، اگر کسی اومد ثبت نام کرد پول اونو میگیریم به شما میدیم. خلاصه من نشستم، نزدیک 2:30 بود دیگه، یه دختر خانم اومد ثبت نام کرد و این پولو گرفتم به من دادم، من آوردم خونه. پولو گرفتم اومدم و پدرم هم اومد بعد از اون رو گفت بریم اینجا کارت دارم. من برد یه خونه ای رو نشون داد، خونه 82.5 متر بود، 2 اتاق پایین داشت. اون موقع نه دوتا نداشت، پایین فقط 2 اتاق داشت، زیر پلشم چیز بود، آشپزخونه و حمام و این چیزا. بعد گفتش که این چطوره میپسندی؟ گفتم آره قشنگه، خوبه، شرقی بود، شرقی غربی بود. گفت حالا بیا بریم اینجا کارت دارم. خلاصه من با 6 تومن پول برداشت برد مسکن بنگاه محل و گفتش که به اون آقا گفتش که این پول پیش شما باشه، ما این خونه رو میخواهیم میپسند. گفت چقدر؟ گفت 17,200 تومن اون موقع.
گفت این پول 6 تومن باشه، بقیهش هم خود ایشون به من اشاره کرد ماهی 500 تومن میاره میده تا تموم بشه. خلاصه قولنامه کردن و امضا کردیم و اومدیم. آخر ماه که شد من رفتم 500 رو بدم به این آقا، گفتش که آقای پیاهور خودش اومده کامل همه رو داده، شما بریم با ایشون، سندم برده. خلاصه اومدم پیش پدرم و گفتم آقا فلانی اینجوری گفته. گفت آره، مگه من آبرومو گرای شما بچه ها میذارم؟ من همه رو دادم، حالا تو بیا به من بده. در آن روزگار عمه گاه گاه به خانهشان سر میزد. روزی هم که برای خواستگاری آمد، همه گمان میکردند تنها به قصد دیدار با برادر به آنجا آمده. اما وقتی درخواستش را مطرح کرد، ولوله عجیبی در خانه بپا شد. واسه مشغول درس بودم، یه دفعه دیدم در زدن. در که زدن دیدم منصوره. گفتم مامان اینا اون حیات هستن، همچین جدی و جدی. گفت میتونم اونجا هستم، من اومدم شما رو ببینم، شما حالتون چطوره؟ گفتم من اگه مردم بذارم حالم خوبه. گفت چی شده؟ مادر اومده اینجا، حرفی زده، چیزی گفته؟ خلاصه کم کم اومدن تو و منم در بستم و بعد گفت من به مادر گفته بودم نرو، ما با چشم هم دیگر میخواهیم، شما لازم نیست بری. بعد اگر بری این کارا رو خراب میکنیم، دایی هم دیگه نمیذاری من برم اونجا. ولی ایشون اصلا از طرف من نیومدن، اگر اومدن اومدن خواهر برادری حرف بزنن، چیزی نبوده. بعد اونجا من بهش مطرح کردم، گفتم من به هیچ وجه ما با هم نمیتونیم ازدواج کنیم، میدونی من 3 سال از شما بزرگترم، صحیح هم نیست. خب شما، من خودم این چیزها رو درست میکنم، شما نمیخواد توضیح بیشتر بدی. بعد خدافظی کرد و اومد بیرون. وقتی آمده بود بیرون، دیده بود پدرم داره با ماشینش میره بیرون از حیات. گفته بود دایی جان باز تو من وسایلم بر میدارم میام، با شما میخوام بیام. خلاصه با ایشون رفته بود و تا امام حسین خیابون اقبال، اونجا قبل از اینکه به خیابون اقبال برسه به ایشون گفته بود که، به پدرم گفته بود که دایی جان من حمیده خانم میخوام، حمیده خانم هم منه میخواد. در باز کرده بود در ماشین و از ماشین پریده بود پایین. شرایط مادر برای پذیرش این ازدواج سنگین بود. پدر توانست اندکی این شرایط را تلطیف کند. در شبی سرد و زمستانی در پای کرسی و با حضور والدین حمیده و مادر منصور نامزد شد. این شد نامزدی ما پای کرسی با همون 3-4 نفری که بودیم. و واقعا هم خیلی الان یادم میفته، خیلی خوشم میاد. و این یه پایه‌ای شد برای بچه های من. بچه هم من به همین صورت ازدواج کردم، یعنی دوست داشتم فقط عاشق باشن، همدیگر دوست داشته باشن. وقتی که آدم عاشق باشه احتیاج به هیچی نداره، فقط وجود خودش دو نفر برای آدم مهمه، نه چیز دیگه. حالا عروسی بگیرن نگیرن. زمانی که دو طرف برای نامزدی قرار داده بودن به درازا کشیده شد. حمیده شرایط سخت دانشجوی منصور را درک میکرد، اما نمیتواند چلوی حرفهای تلخی که به خانوادش گفته می شد را نیز بگیرد. اما حمیده تصمیم گرفته و تحت هر شرایطی پشت منصور بایستد. بهترین راه برای فرار از شرایط موجود تأمین مخارج عروسی بود. منصور که به هیچ عنوان شرایط مناسبی نداشت. پس حمیده برای حل مشکل نزد یکی از همکاران رفته و مبلغی از او قرض می گیرد. ماه رمضان بود، بعد از افطار پدرم چایی براش ریختم بردم، 2 تا منم از این پولا برداشتم بردم پیش ایشون. گفتم که آقا، به پدرم میگفتیم آقا، گفتم آقا منصور حق و تدریسی کار کرده این مدت، بعد 2 تومن به من داده، گفته بده به آقا، از زردچوبه آشپزخونه تا هر چی که لازمه بگیرم، اگر کم اومد بازم دارم. حالا منصور خود روحش هم خبر نداشته بونی. آره. بعد خلاصه ایشون گرفت و پولارم شمرد و بعد مادرم صدا زد و گفت بطول بطول بیا اینجا.
دیگه مادرم که اومد و ببین تو بد قضاوت میکردی، آدم نباید قبل از عمل قضاوت بکنه روی کسی. ببین منصور 2000 تومن آورده داده برای خرج عروسی، البته برای خرید آینه و شمدون و اینا هم که مادرم گفته بود. اون موقع اون زمان فقط ما فروشگاه فردوسی رو تو تهران داشتی، رفتیم فروشگاه فردوسی فقط حلقه هامونو اصل گرفتیم، بقیه چیزها همه غیر از نظر مادرم بود، ولی چون خیلی ظاهرش به اصل میخورد هیچ که باور نکرد که از آینه شمدون که نقره بود همه رو از همین ساده ها گرفتیم که نقره نبود. یعنی قرار مادرم این بود که آینه شمدون نقره باشه، ولی ما یه چیز معمولی گرفتیم و سرویس پرلیانمونم از همون بدل تازه اومده بود، یه سرویس از این تک تخمی میگفتم، نگینای سفید مرواریدی از اون گرفتیم، دورش سفید بود، چیز داشت، نگین داشت، مثلا بریلیان بود در اصل، بریلیان بود و مروارید. که وقتی من این سرویس رو بردم مدرسه نشون دادم بعد از ازدواج، میگفتن که، یعنی پیش خودشون گفته بودن که شوهر پیاهور چقدر ثروتمند باید باشه، یا ثروت زیادی بهش رسیده یا پول داره. زندگیشان بسیار ساده تر از آن چیزی که تصور میشد آغاز شد. حمیده توانسته بود مدیریت و لیاقت خود را به همسر اثبات کند. کمبودهای مادیشان کم نبود، اما حمیده برای حفظ عزت خود و همسر مطلقاً اجازه دلسوزی و کمک به کسی نمیداد. بعد جهیزه هم به پدرم گفتم من هیچی از شما نمیخوام. تمام جهیزیه رو چون با محل پدرم آشنایی داشت و همه میشناختم، پدرم حاجی محل بود، من قسطی برداشتم، یه مقدار برای هر جنسی یه مقدار دادم، بقیهش رو خودم ماه به ماه میرفتم قسط میدادم. اون بود از پدرم، اما فقط یک جانماز برای من از مشهد رفته بود با دو تا پتو، یک جانماز برای من کادو آورد، یعنی سوغات مشهد آوردن برای من. اول زندگیمون ما چیزی به اون صورت، چون میگم همه رو قسطی، فرش نداشتیم، حتی گاز نداشتیم. یه پلوپز من همکار چیز یکی از همکارای منصور کادو آورده بود، یکی هم خودم رفتم خریده بودم، همون جزء جهازی هم، یکی کرده بودم برای خورش و یکی کرده بودم برای پلو. منصور با آرامشی که حمیده به او هدیه داده بود زندگی را آغاز کرد. با این زندگی وچه مادرانه حمیده فعالتر شد و کودک درون منصور زنده. وقت منصور در خانه به ساخت انواع ماکت و کارهای دستی سپری می شد. بله این کودکشون خیلی قوی بود، چون در زمان کودکی مسائلی در اطرافشون بود که خیلی والدانه باهاش برخورد میکردم. اون کودک رو اونجور که باید پرورش ندادم، بهش نرسیده بودم. تمام کارهای چوبی خونه، نرده های، پله ها، روی شوفاژی، همه این چیزا کار دستیشون بود. در این مدت 2 سال به پایگاه همدان منتقل شدند. برای حمیده دل کندن از خانه خودش و زندگی در پایگاه آسان نبود، ولی منصور باید به سایت پدافند سوباشی میرفت. ما فقط 2 سال رفتیم پایگاه سوباشی همدان. سال 54 منصور در دانشگاه علم و صنعت پذیرفته و از جانب نیروی هوایی مأمور به تحصیل شد، و این یعنی خانه نشینی و آغاز دوره دلچسب برای آن. تا آن زمان خداوند 2 فرزند به آنها داده بود، شبنم و سورنا. اما دوام این خوشبختی 2 سال بیش نپایید. منصور دیگر در خانه نمی ماند. در مقابل سوالات حمیده نیز جواب روشنی به او نمی داد و اینطور وانمود می کرد که در کتابخانه درس می خواند. می گفت که میرم کتابخانه درس می خونم، ولی با مسجد محل همکاری داشتن، قوم می رفتن، آگهی های امام رو می بردن اونجا، می آوردن اون زمان،
بعدها من البته فهمیدم، اون موقع نمیدونستم. درسشون تموم نشد به خاطر اینکه جنگ شد، انقلاب شد، بعد جنگ ایشون وارد جنگ شدن. نمیدونم چند تا از مواد درسی رو گذروندن و دیگه درسشون رو تموم نکردن، به اون صورت نتونستن تموم کنن. جنگ در دل حمیده اضطراب میریخت. نگران جان همسر بود. بالاخره اون ریز یک زن بود. تمام این درایت و اقتدار باعث نمیشد که او از شبهای جنگ بدون همسر اذیت نشود. اما مراقب بود که هیچ کدام از این احساسات به فرزندانش منتقل نشود. حتی دوست نداشت خانوادهش نیز متوجه نبود منصور در خانه شود. فقط یکی دو بار به همسر گله کرد. اما جنگ دریچه جدیدی را به روی منصور گشوده بود. ایشون به من گفتن که اگر خودت هم بیای جبهه دوست داری هر روز اونجا باشی، به خاطر که اونجا بسیجی ها و بچه های دیگه که میان همه همسن سورنا هستن، 13 ساله، 14 ساله تا 18 ساله، اینا ترکش میخورن، زخمی میشن، شیمیایی میشن، به هر حال اینا هم مثل سورنا هستن. نمیدونم کیه، گاهگاهی به من زنگ میزنه ولی جواب، هرچی علو علو میکنم جواب منه نمیده. که من سرم انداختم پایین، لبخند زدم، گفتش که یه خورده نگاه نگاه به من کرد و بعد گفتش که ناخدا نکنه توی زنگ میزنی. نه بابا، من بیکارم که زنگ بزنم. زمانی که جنگ به پایان رسید، حمیده نیز نفسی به آسودگی کشید، چرا که حالا هیچ چیز نمیتوانست منصور را از او بگیرد. او نمیدانست در کمتر از 5 سال همسرش نه به مرگی طبیعی که وی را با شهادتش از دست خواهد داد. حمیده همیشه میپنداشت چون از منصور بزرگتر است، او زودتر از وی زندگی را تحریک خواهد کرد، در صورتی که سرنوشت بازی های عجیبی در آستین دارد. شبنم داشت خانم دکتر میشد و تازه نامزد کرده بود. سورنا کارشناسی ارشد پذیرفته شده بود. برای سحر و سمن نقشه در سر داشتن. قرار نبود زندگی در اوج شادمانی راهشان را از هم جدا کند. روزی هم که میخواست بره بلند شد نمازش خوند و اول حموم کرد و نمازش خوند و بعد من رفتم چایی بذارم براش. چون همیشه قبل از رفتن یه چایی تلخ شده بود میخورد و میرد. بعد هم میشم موقع ماموریت صبر میکرد، من بالا سرش قرآن میگرفتم، حتی وای نستا گفت خداحافظ و با عجله حتی تو صورت منم نگاه نکرد. منصور رفت. برای حمیده‌ای که اغلب بار تمام مسائل خانه را خودخواسته به دوش میکشید، اداره خانه بعد از همسرش سخت نبود. اما با رفتن منصور دریافت همو بیشترین انگیزش برای انجام تمام این کارها بوده. بعد از آن یاد منصور و دستگیری هایش در شرایط سخت زندگی و البته پیشرفت بی نظیر فرزندان در تحصیل شد همه انگیزه حمیده برای ادامه. تو مراسم من می دیدم گاهگاهی یکی اونایی که اصلا توجهی نمی کردن به بچه های من، گاهی یکی دست می زد می کشه رو سر بچه های من، می آمد دلجویی می کرد. بعد از 40 من اقوام که اونجا آمده بودن همه رو جمع کردم، میخواستن برم، گفتم یه چند دقیقه من در خدمتتون باشم. بهشون گفتم که از همه تون ممنونم، تشکر میکنم از همه زحمتاتشون، لطف کردین، تشریف آوردین، این چند روز ما رو تنها نذاشتین، ولی بعد از این ازتون میخوام که فکر کنین که منصور شهید نشده، منصور هنوز زنده است و چراغ این خونه هیچ وقت خاموش نمیشه. بچه های من پدر دارن، هیچ کدوم از اینا بی پدر نیستن و بذارین بچه های من زندگیشون بکنن. اگر شما محبت میکردین ماهی یه دفعه، سالی یه دفعه، 4 سالی یه دفعه، به هر حال هر چند وقت محبت میکردین، لطفونن همون مدت باشه. اگر چیزی می آوردین دستتون، یه جعبه شیرینی یا چیز دیگه، همونو بیارید. اگر هم نمی آوردید نه،
چون من میخوام بچه هم تو آرامش باشن و فکر نکنن که هیچ تغییری در زندگیشون به وجود آمده. حمیده هرگز در زندگی چیزی برای خود نخواست. او خود خواسته از جان مایه گذاشت تا امروز دو پزشک حاذق و دو مهندس قابل تحویل جامعه دهد. سورنا دکترای مکانیک دارد. شبنم در هلند فوق تخصص زنان می‌خواند. سحر دندان پزشک است و سمن نیز در هلند در رشته آیتی در حال تکمیل درسش می باشد. تمام اینها روزی آرزوی مشترک حمیده و منصور بود، اگرچه در میان راه حمیده تنها شد، اما به قولی که به منصور داده بود وفادار ماند. او حالا 6 نوه نیز دارد، نوه هایی که خاطرات پدر قصه های شبشان است و شخصیت وی قهرمان زندگیشان. کائنات را به گونه دیگری میشه دید، روزگار را به صورت دیگری میتوان سنجید، به زمین جور دیگری میشه نگاه کرد، آسمان خیلی چیزها داره که این در بطن نیروی هوایی وجود داره. هر کس که سالها این راه رو پیموده خوب حرف من رو میفهمه که چقدر تفاوت بین زندگی معمولی و زندگی در آسمان.